درود و سلام، بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که تاکنون بیش از 800 هزار تن از شهروندان کشور در مراکز ثبت نام رای دهندگان ثبت نام کردند. کمیسیون انتخابات افغانستان این رقم را قناعت بخش نمی‌داند و اظهار امیدواری کرده است که حضور مردم برای ثبت نام انتخابات پیشروی پارلمانی بشود. در همین حال کمیسیون انتخابات افغانستان به ارائه آمارهای متناقض از میزان ثبت نام شهروندان برای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی های 28 میزان سال جاری متهم می شود. همچنان افزایش آمار مراکز رایدهی در انتخابات پیشرو در حالی که وضعیت امنیتی بدتر از گذشته است نیز پرسش برانگیز خوانده می شود. کمیسیون انتخابات قبلا گفته بود که برای همگانی کردن معلومات انتخاباتی بانک اطلاعاتی ایجاد میکند، اما هنوز این کمیسیون قادر به این کار نشده و تا حال حتی در این بخش کارمند نیز استخدام نکرده است. پیرامون همین موضوع بحث داریم با قایان آستانه‌گل شیرزاد رئیس حزب افغان ملت و هارون مترف رئیس جنبش گذار که تا لحظات بعد تشریف خواهند آورد. سپاسگزارم از حضورتان آقای شیرزاد. کمیسیون متهم میشه که آمار متناقض ارائه میده. در وبسایت‌های مربوطشان یک آمار میده، یک کمیشنر دیگه عین زمان یک آمار دیگه میده. این تفاوت دیدگاه ها چی را میرسونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول احترامات خود را به بینندگان تلویزیون نور و شما تقدیم میکنیم. اصلا ما تضاد در موقفشان، هدف ما هنوز هم همانگی مکمل در بین کمیسیون وجود نداره. اگر همانگی کامل وجود می داشت، اینا اطلاع ندارن که تا این حال مثلا چی میزان از مردم افغانستان آمدن ثبت نام کردن. خود طبیعی اگر همانگی می بود بل گپشان یک گپ بل می بود بل اینا می فکر میگن دقیق معلومات رسانا می توانن. این سیستم معلوماتی که بتونه نشان بده یعنی مقدار از شهروندان افغانستان آمدن ثبت نام کردن ندارن. طبیعی یکی خوب معلومات قوی نداره، بین ادون بنشان همانگی مکمل هم وجود نداره که باید مکمل کسانی که رجستر میشه باید او را فورا به مرکز خود درست و دقیق راپور بیته و در مرکز هم با یک نفر که به نام سخنگوی باید امو ارقام ارائه کنه. اگر یک روز یک کمیشنر یک ارقام ارائه میکنه و کمیشنر دیگه باز ارقام متضاد ارائه میکنه، طبیعی است که بین مردم یک سوال پیدا میشه و مردم بی‌اعتماد میسازد سر کمیسیون و سر عملکرد کمیسیون، مردم بی‌اعتماد میسازد. آقای شیرزاد، چرا روند ثبت نام رای دهندگان این همه کند است؟ چرا مردم افغانستان تا این حال به صورت گسترده اشتراک نکردند؟ کمیسیون هم ناراض است. خب اصلا عامل مختلف داره، یکی خب بی‌امنیتی است. یک دلیل عمدهشان شاید همی بی‌امنیتی باشه که در اکثر مناطق یا در اکثر ولسوالی‌ها امنیت درست وجود نداره و مردم هم ترس و بیم داره. در انتخابات قبلی مردم از طرف مردمان مسلح که بزید حکومت جنگ میکنه مجازات شده، بعض هم اختار میته. یک عمل امیست و دوم خود کاری که مسلون هم بخیلی متعاقه حد کن میباشه و دوم بقیره امکاری حکومت و اوگانه های حکومتی میشه به شکل درست و منظم با کمیسیون صورت نگرفته باشه. همه عوامل هستند که مردم درست به مراکز مراجعه نمی کنند و هنوز هم ثبت نام کند است و پیش نمی دهند. سپاسگزارم آقای مترف، خیلی زیاد خوش آمدید. نگرانی میشه از روند کند ثبت نام رای دهندگان و همچنان کمیسیون انتخابات به ارائه آمار متناقض از میزان اشتراک مردم برای ثبت نام در انتخابات 28 میزان متهم میشه. مثلا آنچه که در وبسایت ها از کمیسیون گزارش داده میشه یک رقم است، آنچه که یک کمیسیون در این زمان در مصاحبه اش ابراز میکنه چیز دیگری است. نشان دهنده چی است فکر میکنید؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما مهمان و گرامی و همچنان بیننده محترم تلویزیون نور. در حالی که تقریبا یک ماه از روند ثبت نام انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان آغاز شده، با شما موافق هستم. متاسفانه جنب جوش و شور و شف در مشارکت و در روند ثبت نام بسیار پایین بوده که جدا قابل
آسیب شناسی و تعامل است. اعلام کرده که تا این حال 800 هزار تن از شهروندان افغانستان برای انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. میزان کمی است فکر میکنید؟ خیلی کم است. در 800 هزار در نزدیک به یک ماه که اصولا یک ماه ممکن دوره مجموع ثبت نام در مرکز می بود و در مرکزها خیلی ناامید کننده است متاسفانه. متاثر از چی است؟ آقای شیرزاد میگه از ناامنی است، تجربه بد انتخابات گذشته و ای که هماهنگی در کمیسیون‌ها وجود نداره، کارکرد خوب نداره و هماهنگی بین نهادهای امنیتی و کمیسیون‌ها وجود نداره. من موافق هستم با بخشای موضوعی که بزرگوار داشتن، ناامنی تاثیر داره، عدم اعتماد بر کمیسیون‌ها و در مجموع تجارب تلخی که مردم از انتخابات و از بی‌باوری‌هایی که شکل گرفت و در واقع خیانت هایی که در انتخابات های گذشته صورت گرفت، افتضاحات انتخابات گذشته و رسوایی های انتخابات گذشته، تقلب های بسیار شرم‌آور انتخابات 93 و پیش از او دست برد به آرای مردم و همچنان ضعف خود کمیسیون های انتخاباتی است. من میخوام مشخص روی کارکرد خود کمیسیون های برگزاری انتخابات متمرکز باشیم که ما در یک ماه گذشته آنچنان که لازم است نسبت به تبلیغات که باید برای یک انتخابات رابطه کمیسیون متاسفانه روی دست نداشت. فقط چند تا اعلانات کپی انتخابات های گذشته را که خیلی با مثلا کم در با چند تا رسانه قرار داد کردن، ما برنامه بنیادی تبلیغاتی برنامه‌ای که واقعا حالا ما میدونیم که کمیسیون انتخابات یک عالم مثلا امکانات دارن، اینا مثلا بودجه های بسیار زیاد تصویب شده. چرا این کنکاری ها؟ من فکر میکنم اولی که ضعف در کار خود کمیسیون ها است. یعنی که این ضعف برای چی است؟ قابل تعریف است. یکی ضعف به معنای این است که کمیسیون ها ظرفیت ندارن. دومی که عمدن یک نوع مثلا سیاست اتخاذ شده که مردم مشارکت نکنن. اینی یک ذهن به اصطلاح کاوشگرانه یا به اصطلاح ذهن تیوری توته میگه که عملا یک سری کارهای جریان داره که مردم به انتخابات شرکت نکنن. میتونه از طرف حکومت باشه و ما میدونیم که حکومت بر کمیسیون خیلی اشراف دارن، خیلی تاثیر دارن و زمینه این که انتخابات برگزار نشه و بالاخره میزان مشارکت پایین باشه، از 50 بالاتر دلسردی و یأس بیشتر بسازه، تا این که بگن که دیگه میزان مشارکت زیر 50% بود فعلا برگزار نشه، بنابر این دلایل مثلا بیای بهانه جویی شه و 1 2 3 4 5 بالاخره انتخابات بره به تاخیر، با زمستان بهانه شه و بعد بگوین انتخابات مشترک با ریاست جمهوری برگزار شه، بازو وقت هم نشه، بالاخره بگوین که وضعیت اضطراری میشه، وضعیت فوق العاده اعلان شه. یعنی حکومت وسیله وحدت ملی را استمرار ببخشن تا 1 سال 2 سال آینده را تا زمان نامعلوم که بعد خدا میدانه که با این حکومت فاسد آینده مردم چه خواهد شد. سپاسگزارم. آقای شیرزاد، پیامد این وضعیت چیست؟ اگر میزان ثبت نام شهروندان افغانستان برای انتخابات این همه کن باشه، تا پایان چی نتیجه خواهد داشت؟ تاثیرش بالای انتخابات پیشرو چی میتونه باشه؟ طبیعی است اول خو باید دمی یک ماهی گذشته باید میلیون ها نفر ثبت میشدن. لاقل ما میگیم که 12 میلیون مردم به انتخابات سهم بگیرن. از این 12 میلیون خوبه لاقل اگر نصفش نمی بود 6 میلیون ثبت نمی شد، 4 میلیون خوبه تا به یک ماه بعد ثبت می کردن. ما اما دلیلش ما گفتیم قبلا حکومت زیر انتخاب بود که اصلا حکومت نمی خواهد که انتخابات صورت بگیره. ما کمیسیون نمیگیم، شاید کمیسیون بخواهد منتها که از طرف حکومت همکاری همه جانبانه باشه. کمیسیون نمیتونه تمام کار خود پیش ببره. تا یک حد اگر افشاگیر است حکومت هم شکل داشت. کارهایی که در مکلف ساخته مامورین حکومتی را و تا روزها اینا رخصت هستند به نوبت ادارات دولتی و سکتور مختلف تا برن ثبت نام بکنن. خود یک طرح و اعلامیه دادن که باید اوخ به خاطر از میکنن که برای به خاطر از اینکه از انتقاد مردم خدا نجات داده باشه. ماموری خود میگه شما خود ثبت کنین. ثبت مامور نمیشنی. چیزی که دوست ما گفت جلوی ثبت نام مردم چی چیزی گرفته؟ خب مردم میتونن که با همه مشکلاتی که وجود داره برن ثبت نام بکنن. شما پیشتر گفتید تجربه بعد انتخابات گذاشتم تاثیر داشت. بله طبیعی است. بیام داد ما میگیم بیام نتی تاثیر خود داره. نتیجه بعد انتخابات گذاشته تاثیر خود داره. تا قبلا یک ماه خب بین کمیسیون و حکومت هم کاری کمالی وجود نداشت. یعنی چیزی که تقاضایی که کمیسیون داشت از حکومت خصوصا از ارگان های امنیتی به اون شکل
بعدا اگر جبهه شده باشه ما هم یک رابطه جدید با کمیسیون نداشتیم. خطا یک ماه پیش هم حکومت همکاری مکمل نداشتن. میگین حکومت همکاری نداره. چرا این همکاری وجود نداره؟ چرا حکومت همکاری نمیکنه؟ آقای مطرف میگه که سیاست اتخاذ شده تو مردم اشتراک نکنه و باید انتخابات برگزار بشه. سر حکومت انتخاب داشت حتی یکی در مردم حالی ما که خبر گرفتیم یا خبر میگیریم اکثر مردم فکر میکنه که انتخابات اصلا صورت نمیگیره. چرا که میگم انتخابات با 28 میزان تعیین شده. ما با 28 میزان با کمیسیون قبول کرده. خب اگر از این قدر باقب میفتد خب اصلا امکان نداره زمستان میشه. شد جوی افغانستان ما شما میفهمیم اقلی بیره که در زمستان اصلا انتخابات صورت نمیگیره. مشکل اصلا مردم سنگ گرفتن میتنه. خب اگر انتخابات تعیین تاریخ نامناسب بوده 28 میزان نامناسب. نه 28 میزان امکان داره نامناسب نیستن. حالا چند ما باقب افتید خور ما قبول داریم. چند ما خیر پروانه داره. اگر از این قدر باقب میفتد باز اصلا انتخابات صورت گرفتن نمیتنه. بس که اگر صورت نگیره انتخابات بعد انتخابات ریاست جمهوری است، انتخابات شورای ولایتی است، فعلا که کمیسیون امی چرا نداره امکان نداره که دو انتخابات پیش ببره، انتخابات شورای ولسوالی است و انتخابات ولسی جرگه است. بس چهار انتخابات اصلا ممکن نیست. یکی خود جامعه ما جامعه بی سواد هستند. بعض مردم بی سواد در امور چطور میتونه که به چهار طور انتخابات صورت بگیره که رای شان ضایع نشه. حتما 50% یا تر از 50% رای مردم ضایع میشه. بعض نمیفهمه که علی ما برای رئیس جمهور رای بیتیم، برای شورای ولایتی برای ولسی جرگه رای بیتیم، برای شورای ولایتی رای بیتیم یا برای شورای ولسوالی. اصلا باقی ما که حکومت یک کفایت نداره یا اصلا عمدن امیر به تاخیر میاندازه تا می انتخابات و میفهم حکومت که چهار انتخابات باز صورت گرفتنش مشکل است. اول کمیسیون برها با ما گفته که ما باز با هم طرف سال... موافق هستین که حکومت نمیخواه انتخابات برگزار شود و سیاستی اتخاذ شده که میخوان انتخابات عقب بندازن و با ریاست جمهوری یک جا برگزار کنن. تا یک ماه پیش خود همه انتقاد بود سر حکومت که اصلا حکومت نمیخواد که انتخابات به وقت خود صورت بگیره. هنوز هم حکومت اقداماتی تو جدی صورت نگرفته که ما مطمئن شویم که ولی حکومت تصمیم داره. مثلا همه اعلانات، همه مردم رو تدبیر کردن، مورال دادن، جرأت دادن و مردم فهماندن که انتخابات حتما صورت میگیره و انتخابات شما ارزش داره. انتخابات برگزار میشه و حتی خب آمدن یک گفتن است یک عمل کردن است. کارمندان دولتی را کارمندان دولتی را رخصت ساختن در جریان هفته به نوبت سکتورهای مختلف تا برون ثبت نام بکنن. خود تو خود ظاهر اینطور خود معنی نمیشنی. خو بعد اول تبلیغات بعد تبلیغات حکومت نکرد یا کمیسیون انتخاباتی خوب کنات شاید برایشان حکومت زمینه بسازه و کمیسیون انتخاب و تبلیغات با طرف کمیسیون صورت میگیره. خو امکانات باید حکومت برایشان زمینه مساعد بسازه و اونا باید کاملا همکاری بکنه. آقای مطرف میگه امکانات داشتن، کمیسیون انتخاباتی امکانات داشتن ولی این کار را نکردن و ضعف بوده به باورشان که این ضعف برمیگرده به عدم کفایت و از سوی دیگه عمد که اینا نخواستن. ما قبلا هم سر کمیسیون یا تا یک حد انتقادات داشتیم و فعلا زیر انتقاد از کمیسیون که باید وظیفه خود را به پیش ببره. کمیسیون باید واقعا مستقل باشه و حتی ما در یک رو به رو باشن گفتیم اگر شما مستقلانه حرکت کنین شما قهرمانی همی پروسه میشین و حق دارین که همی مدال به شما بگیرین. اگر شما زیر فرمان حکومت میرین یا زیر فرمان عذاب یا دیگر مافیا و نتارین مستقلانه عمل کنین بعد تاریخ محکوم میشین. میخوام کوتاه پاسخ بگیرم. روند ثبت نام شهروندان افغانستان کند است برای انتخابات پارلمانی. تغییر میکنه که کمیسیون اظهار امیدواری کرده که در پروسه های بعدی روند ثبت نام که از مراکز بزرگ شهرها میره به ولسوالی ها و همینطور به قریجات این روند بتونه تغییر بکنه. خدا کنه که تغییر بکنه. اگر به این شکل پیش میره خب اصلا در یک ماه 8000 یعنی 1 میلیون پر نشده. چند ماه ما برای ثبت نام داریم؟ یک ماه دیگه باشه یا دو ماه. خدا را ما که یک میلیون اتو فکر کو یک ماه خود 3 میلیون دیگه دو ماه دیگه هم باشه. 3 میلیون سی میلیون خیلی کم است دیگه. اصلا انتخابات با مشروعیت خود از دست میده. باید کمیسیون بفهمه که این مسئولیت به دوش شان هستن. باید مردم را تشویق کنه تمام مراحل را جستجو کنن که مردم تشویق شوه
و از طرف ارگانهای امنیتی باید مردم تشویق شوه که امنیتشان گرفته شوه و مردم یک مورال داده شوه که مردم بیا و در ثبت نام سهم بگیره. سپاسگزارم. آقای مطرف، روان تغییر میکنه اگر نکنه به باور آقای شیرزاد که مشروعیت انتخابات زیر سوال میره با سطح پایین اشتراک مردم؟ کاملا وقتی شما میزان مشارکت از 50% پایین داشته باشین نمیتونین برایند یک انتخابات مشروع را داشته باشین. متاسفانه که کارهایی که تا حالا انجام یافته ملموس و قابل قناعت به مردم نبوده و به شدت روند انتخابات را آسیب زده و اگر به همین منوال ادامه پیدا کنم و مطمئن هستم که ما یک انتخابات مشروع نمی داشته باشیم. تغییر میکنه کمیسیون گفته که در روند بعدی در پروسه های بعدی ممکن تغییر بکنه. وقتی انتظار امیدواری کردن که روند ثبت نام از مراکز ولایات بره به ولسوالی ها و همینطور قریجات ممکن سطح اشتراک مردم بشه. اگر برنامه نسبت به همین که یک ماه وجود داشت بازنگری صورت بگیره و تجدید نظر صورت بگیره در کار کمیسیون ها و در روند ثبت نام احتمالا تغییر کنند. در غیر از اگر با عین برنامه اینا پیش برن من مطمئن هستم که حالا 100 هزار شده 100 هزار دیگه هم بالا میره در یک ماه میشه 200 هزار. این مسئله قابل نگرانی است و نمیتونه به کار را بهش ببره. در غیر از اگر واقعا برنامه متفاوتر حکومت و مشخصا کمیسیون انتخاباتی روی دست بگیره و احتمالش میره که تغییرات بیه و چشمگیر شوه رونق بگیره روند انتخابات و میزان مشارکت بیشتر بره. اگر میزان مشارکت را کمیسیون برنامه جدی روی دست نگیره ما جدا مشروعیت کمیسیون های انتخابات زیر سوال میره. از نظر شما مردم تشویق بکنه و ما شاید تغییرات باشه و افزایش برنامه های آگاهی عامه و اطلاع رسانی هایی که ذهنیت را تغییر کنه ما هنوز از طرف کمیسیون ها ندیدیم. ایجاد تجمعات به منظور آگاهی در محلات، مثلا برنامه ریزی از طریق منابع، از طریق مساجد، از طریق نهادهای آموزشی، از طریق دانشگاه ها و از طریق شخصیت های تاثیرگذار و مثلا هماهنگی بین متنفذین با حکومت با کمیسیون های انتخاباتی هیچ برنامه مشخصی وجود نداره. فقط یک تا اعلان بسیار کهنه چند سال پیش در رسانه ها نشر میشه. ما به اطلاع رسانی بسیار دقیق به موقع، ضمن اینکه ما تبلیغات میکنیم باید ذهنیت ایجاد کنیم. ما تا زمانی که ذهنیت خلق نکنیم و شهروند پایش نکشونیم به پای صندوق انتخابات این خیلی برنامه کار دارد. حالا چرا مردم بی باور هستن؟ افتضای انتخابات گذشته، تقلب های به اصطلاح گوسفندی که صورت گرفت و شرمساری هایی را که به اصطلاح از نام انتخابات مردم افغانستان برچسب زد و خرد و خمیر که در اذهان آمد در سطح بین المللی، حذف کردن این همه به اصطلاح افتضاحات کار آسان نیست و حکومت صادقانه بیاید برنامه های اعتماد سازی را مثلا ترویج کنه و تبلیغ کنه که مردم دوباره اعتماد کنه به کمیسیون انتخاباتی. هنوز هم مردم به انتخابات به یک روند بسیار وحشتناک مافیایی که اونمو دوره گذشته به شکل به اصطلاح کامیونی که کانتینرا را دیدیم که در خانه هایشان پر کردن، حتی چبلق مثلا ملاها و قماندان و متنفذ و به اصطلاح اینا از صندوق رای برآمد. این یک تصویر بسیار وحشتناک خلق کرده برای انتخابات. تا زمانی که این همه افتضاحات انتخاباتی از ذهن مردم پاک نشه و بجایش تبلیغ دموکراسی واقعی، اعتماد و ارزش های دموکراسی، مؤلفه های دموکراسی ترویج نشه، تبلیغ نشه، ما نمیتونیم پای مردم رو به میز به صندوق انتخابات بکشانیم. متاسفانه خائنین اصلی و در واقع دزدان رأی مردم و جنایتکاران دموکراسی و انتخابات همینایی هستند که 15 سال یک دوره در قدرت بودن و آمدن یک حکومت فاسد دیگر مثلا به قصدن از طریق یک انتخابات شرم‌آور بر گرده های مردم سوار کردن. جنایت بزرگی بود که مردم حق دارن نسبت به روند انتخابات نگران باشه، به اعتماد باشه، ولی نمیشه که به اصطلاح میدان را بیشتر به متقلبین واگذار کرد. من پیامم برای مجموعه شهروندان افغانستانی است که به منظور انتقام گرفتن از دزدان انتخابات، به منظور انتقام گرفتن از خائنینی که به پیکر دموکراسی آسیب جدی و تاریخی وارد کردن، میزان مشارکت بالا بره. هر قدر که میزان مشارکت بالا باشه
جای تقلب، جای تزویر، جای نیرنگ و خطر را میگیره. در غیر از او اگر مردم نسبت به مشارکت و نسبت به انتخابات بی تفاوت باشه، دزدان و خائنین و متقلبان مثلا بیشتر اینا روحیه میگیرن و دست بازتر دوباره مثلا تعیین میکنن و رقم میزنن سرنوشت انتخابات را. هر قدر میزان مشارکت بیشتر باشه، میزان تقلب پایین میاد. هرچند میزان مشارکت در گذشتهام یک مقدار نسبت به این بار بهتر بود و مردم هم انتقاد میکنن که ما در گذشتهام مشارکت کردیم و میزان مشارکت هم بد نبودم، ولی اعتماد سازی و اینجا نقش کمیسیون ها خیلی میتونه تاثیرگذار و تعیین کننده باشه که دوباره بیاین بازنگری صورت بگیرد و تجدید نظر صورت بگیره، از کارنامه های گذشته عذرخواهی شود و جلوی تقلبایی که جلوی جاهایی که میتونه تقلبزا باشه و تقلب ایجاد میکنه بگیرن و به اصطلاح کمیسیون ها به صادقانه با مردم رو راست بگه که بدنامی کمیسیون برمیگشت به یک ساختار و به یک افراد و یک اداره گذشته. ما حال آمدیم نسبت به روسیای انتخاباتی کار صادقانه انجام بدیم و بیشتر یک انتخابات شفاف، سالم و عادلانه را برگزار کنیم. تنها چیزی که بیشتر میتونه پای مردم را بکشونه اعتماد سازی است. متاسفانه اعتماد به برنامه و انتخابات وجود نداره. تا زمانی که رفع اتهام و رفع اعتماد صورت نگیره، مردم را به مشکل میتونیم به پای صندوق بکشونیم. سپاسگزارم آقای شهرزاد. به باور آقای معترف که میزان بلند اشتراک مردم میتونه جای تقلب بگیره و این که بیباوری مردم بر شکل شده باید شکستانده شود، یا یعنی میتونه با کار کمیسیون و اعتماد سازی بیایه، چگونه کار شده قسمت؟ خب بقیده ام اول کمیسیون باید ثابت بسازه که ما زیر تاثیر حکومت یا کدام ارگان یا کدام مافیا یا کدام حزب نیستم. کاره خود مستقیمانه پیش میبریم. شما باور ندارم به استقلال کمیسیون انتخاباتی؟ تا امروز خود ما هیچ کمیسیون ندیدیم که راستیم استقلالیت خود نشان داده باشه. تمامشان از ارگ دیکته میشدن و از ارگ هدایت میگرفتن. ما با کمیسیون مگفای خود گفتیم، البته کمیسیون قبلی، و تا مردم مطمئن نشو علی یک مفکوره برای مردم ایجاد شده. مردم فکر میکنه که اصلا سهم ما در انتخابات معنی نداره. کسی که برای ولسی جرگ انتخاب شده تعیین شده، اما مردم میره ولسی جرگ، اگر ما بریم یا نریم اما میره کامیاب میشه. یک در تمام انتخابات مردم بی علاقه شده. اصلا خود انتخابات قبلی با مشهدی که قبلا دوست ما مشارکت کردن، بالاخره نتیجه ریاست جمهوری با اساس انتخاباتی تقلبیم اعلان نشد. او را لغو کردن و گفتن با اساس وحدت ملی یک حکومت نو یک حکومت بوجود آمد. خب مردم گفت همین که قدر قربانی میفهمی خود رفیق ما قربانی شده. شاید می خود ولس بشر بشنوه. وقت ما امره از او کار میکردیم. سری بکس از او استاده بود. مالا سی قرآن بخان دامون سری بکس مرمی خود از طرف مخالفین دولت و زیاد بجا شید شد. دو سی نفر زخمی شدن، طوری زخمی شدن که انوزم بیچاره برا رفتن میتانه. دیگه جا میتور بیتور تنها ایره ما مثال خود آوردیم، صد ها مردم میتور قربانی دادن و بالاخره نتیجه چی شد؟ این مردم حق نداره که مایوس شوه. البته ما هم باید به مردم خود میگیم، خصوصا سر عذاب صدا میکنیم که به شکل جدی در انتخابات سهم بگیره و مردم هم بکشه. ما هم طرف امیگا فتایید میکنیم اگر مردم زیاد سهم بگیره جای تقلب میگیره مردم، بله مردم مانند سیلاب باید داخل انتخابات شوه و مانند سیلاب وار باید کسی که خواسته باشه برای مردم رای بیته، برای مردم صادق وطن دوست محب وطن خاین تجدید کنه و رای خود استعمال کنه و بعض از رای خود مردم باید خودشان دفاع کنه. سر بکس انتخابات استاد شوه، سر رای شماری باید نظارت داشته باشه در هر نقطه. اگر سر کدام نفر اشتباه میکنه باید همونجا مخالفت کنه و او را از مصحنه بکشه. ما سر عذاب صدا میکنیم که باید متحدانه، ما سر عذاب بخاطر که عذاب نسبتا متشکل هستند، ده نفر داشته باشه هزار نفر یک تشکیل داره، اینا باید متحدانه تمام میشن به خاطر انتخابات شفاف عادلانه باید با هم متحد باشه و از انتخابات شفاف و عادلانه باید دفاع بکنه و مردم بکشه که انتخابات سهم بگیره. سپاسگزارم آقای معترف. کمیسیون انتخاب میشه، از یک طرف نسبت ارائه آمار متفاوت متناقض، از سوی دیگه به این که مراکز رای دهی را در انتخابات پیشرو افزایش داده،
با یک محاسبه که 1000 مرکز رای دهی نسبت به انتخابات سال 2014. بسیاری را مشکوک میدانن، میگن که در حالی که سال بعدی داره به لحاظ امنیتی چگونه میتونه انتخابات مراکز رای دهی افزایش پیدا بکنه؟ تفسیر شما چی است در این؟ اولی که بسیار متاسف هستم که آمار و ارقام از طرف کمیسیون زد نقیز مثلا نشر میشه. این خودش یک آسیب جدی بر صلابت و سلامت انتخابات وارد میکنه و همچنان خود کار کمیسیون و استقلال عملش زیر سوال میبره و کمیسیون با بحران مشروعیت مواجه میسازه. دومی که زمانی که کمیسیون اعلام میکنه و حدیث یس به اصطلاح نشر میکنه که میزان مشارکت پایین است، نباید کمیسیون‌ها این مسئله را با یس و با سرخوردگی اعلام کنه، چون میزان مشارکت بیشتر کم میکنه و کاهش میده و بیشتر مردم را نسبت به انتخابات بی باور میسازه. بلکه برعکس، کمیسیون‌ها وظیفه دارن که مردم را مورال بدن، روحیه بدن که بیشتر پای صندوق‌های رای برن و اعتماد سازی کنن. و اینکه 1000 مرکز رای بیشتر شده در حالی که ما به لحاظ امنیتی سال خوبی هم نداریم، وقتی میزان مشارکت پایین اعلان میکنن، باور بسیاری است که پرسش برانگیز است و ناامنی هم دقیقاً میتونه و وقتی میگیم ناامنی است، مثلا میزان مشارکت پایین است، از یک طرف از یک طرف مراکز افزایش پیدا میکنه، پرسش برانگیز است. اینجا میتونه دو تا مسئله باشه. اول که در یک بخش مثلا میتونه نکته خوشبینانه باشه که مثلا بسیاری جاها مردم دسترسی به مرکز رای دهی ندارن. خوب است که هر قدر که تسهیلات و بیشتر مثلا سهولت بیشتر مساعد شوه و این یک نقطه خوشبینانه است، یعنی از باور مثبت. در بخش امو تاوته و تیوری که به اصطلاح آدم مثلا میتونه ارزیابی کنه، مشکوک میشه مردم که حکومت با ایجاد مراکز خیالی در پای ارقام سازی است تا فردا پس از نتیجه بگن که اینجا مثل امو مکتبای خیالی بره، بگن که اینجا مراکز رای دهی بود و از هر مرکز صدها هزار رای برآمد. آقای مترف، و این واقعا افزایش مراکز رای دهی هم در ولایت های صورت میگیره که اونجا ما میزان بلند ناامنی داریم. دقیقا. و از این جهت پرسش برانگیز است برای افزایش سایت های رای دهی در ولایت ناامن کاملا مشکوک است و با شما موافق هستم. این میتونه یک توطئه باشه و این میتونه دوباره زمینه تقلب مسائل بسازه و در این قسمت من جدا به صراحت میخوام که اعلام کنم به عنوان یک کسی که ممکن از نسل جوان نامزد پارلمان باشم و در انتخابات سهم داشته باشم، مورد اعتراض مردم قرار خواهد داشت و این میتونه انتخابات را یک بار دیگه به سمت بحران بکشانه و با میزان به اسلام مشروعیت کاهش خواهد داد و انتخابات را به یک بیباوری مواجه میسازه و این حتی احتمالاً در اعلام نتیجه منجر به یک انارشیزم سیاسی شود و مردم بیاید مثلا نتایج را نپذیره و یک حرج مرج بیشتر شکل بگیره، تا اینکه مجموعاً سلامت و صلابت این نظام از زیر سوال ببره، که هرچند مشروعیت نداره این حکومت وحدت ملی هم بر بنیاد یک نسخه توافقی شکل گرفته که مبنای انتخاباتی و مبنای مثلا مشروعیت قانونی نداره. این وضعیت اگر حکومت مدیریت نکنه و به مردم صادق روک راست نباشه، حتی با قیمت این نظام تمام خواهد شد و پیش از این که حکومت بره به طرف انتخابات ریاست جمهوری، بحران انتخابات پارلمانی شکل خواهد گرفت که منجر به سرنگونی حکومت وحدت ملی خواهد شد و این مسئله خیلی حساس است. چرا کمیسیون انتخاباتی وضاحت نمیتن از این کارهایشان اگر افزایش مراکز رای دهی است یا کارهای دیگر؟ باید وضاحت بدن و این پرسش شما متوجه کمیسیون انتخاباتی است و باید مسئولین کمیسیون انتخاباتی در رسانه ها دعوت شوند، در میزای گرد دعوت شوند، اینا مثلا وضاحت بدن، پاسخگو باشند و نسبت به هر نگرانی که مردم داره، مردمی که رای میدن، مردمی که انتخاب میشن و مردمی که انتخاب میکنن خودشان، هر بخشی که ابهام داره و تاریک است، سایه های تاریک داره، این باید وضاحت داده شود. در غیر از او این حکومت و این کمیسیون ها بدنام تر از کمیسیون دوره پیش خواهد بود و در واقع افتضاحی را که کمیسیون در سال 93 کسب کرد و بدنامی را که کسب کرد، این ممکن در انتخابات پیشتر بیشتر شود. اما این کمیسیون ها میتونه لکه ننگین 93 را برطرف کنه. این کمیسیون ها میتونه با تجارب، با کسب تجارب تلخ انتخابات گذشته و با گرفتن درس هایی که از انتخابات گذشته میتونه مسیر انتخابات در یک مسیری که مردم میخواد سمت بده
هم میتونن منحرفش بسازن، هم میتونن که در مسیر درستش قرارش بدن. سپاسگزارم از شما آقای شیرزاد. افزایش میزان مراکز رایدهی در حالی که ما سال بعد بلاوز امنیتی داریم و ولایت زیادی با تهدید جدی ناامنی و بی‌ثباتی مواجه است، میتونه سوال برانگیز باشه و برای بسیاری که چنین وجود داره چنین شکی و سوالی و باور آقای معترف که میتونه توطئه باشه. ما طرفدار زیاد مراکز زیاد است که تسهیلات برای مردم ایجاد شود، به شرطی که امنیت او منطقه را باید تامین کنه، به ناظرین اوجا رفته بتانه، تمام مردم اوجا باید سام گرفته بتانه، یک شکل خیلی رو نداشته باشه که اصلا کسی رفته نتانه، ناظر رفته نتانه و اوجا مرکز باشه و بازورا یا ارگانهای دولتی و یا کدام مافیا او را پر کنه و باز او در انتخابات حساب شوه. ما طرفدار مراکز استم که ناظرین مطمئن نجارم سام رفته بتانه، سام گرفته بتانه، تمام مردم بدون ترس و حراس اوجا سام گرفته بتانه. باید مراکز خیلی باید نباشه. اول باید ارگانهای امنیتی به شمول جامعه بین‌المللی که در افغانستان حضور داره باید امنیت مناطق تامین بکنه و بر مردم اطمینان داده شوه، یعنی در این مناطق دیگه کدام مشکلی نیست و ما امنیتش رو تامین کردیم و مردم سام گرفته میتونه. تحلیلتان چی است؟ حکومت قادر است که این مناطق تامین امنیت بکنه؟ اگر از برش ما بگیم باز روز اول حکومت در کدام کارهای خود موفق بوده؟ خب با این صورت تاثیر نامنی بالا انتخابات چی میتونه؟ انتخابات وعده داده بود که ما میتونه تهدید خطرناک برای انتخابات باشه نامنی، وقتی شما میگین که حکومت قادر نیست امنیت بکنه. حکومت قادر نیستن طبیعی، حکومت در تمام وعده هایی که قبلا برای مردم داده ناکام شده. گفته بود که لجنه قرار میاریم دو سال بعد، اول گفته بود که ما انتخابات شورای ولسوالی را انجام میدیم، تا امروز او را انجام داد. چهار سال پیش باید انتخابات ولسی جرگه صورت می گرفت، او صورت گرفت، کدام انتخابات تا نوز صورت گرفته؟ ما ترس مهمیست که در تاریخ یکی در حکمران بوده که با اساس دیموکراسی به قدرت رسیده و به دیموکراسی را از بین برده. هیتلر با اساس دیموکراسی به قدرت رسید، بعض در موزی نه را شکستند و از بین برد. خود لینین در وقت در دیموکراسی سام گرفته بود، پرمانو جا بوجود آمد، بعض او را از بین برد. ما میترسیم که حکومتی که لاقل ادعا میکرد که ما برای انتخابات و دموکراسی کار میکنیم که انتخابات و دموکراسی را از بین نبره، تمام ارگانهای دموکراتیک به اعتماد ساختند و چیزی که وعده داده بود او را انجام نداده. ما از حکومت هم خواهش مییس چیزی که پیادر ما گفتن که باید در انتخابات دست به کار شوه و با کمیسیون همکاری بکنه، همکاری طوری نه که فرمش بیتا چیزی که کمیسیون خواستار باشه با او سام، مثلا در بخش امنیتی، در بخش امکانات مالی، در تمام چیز ابعاد باید با کمیسیون همکاری و کمیسیون باید مستقل هستین. چیزی که شما جوابگوی هستین، شما برای مردم خود جواب میتین، باید مستقلانه عمل کنین و تا بالاخره خدا نخواسته همه روند دموکراسی در افغانستان ناکام میشه. مردم میگه دموکراسی یعنی چی؟ انتخاب هدف از دموکراسی خود نیست که زورگو به قدرت برسه، مافیا به قدرت برسه، جامعه مطلب تحت رهبری مافیا کار بکنه و بالاخره مافیا تسلط پیدا بکنه. نه، هدف مش که حاکمیت مردم به تسلط پیدا بکنه، چیزی که مردم خواسته باشه او به تسلط پیدا بکنه. شکر. آقای معترف، از سوی دیگه به تحلیل بسیاری است که یکی از عوامل بی‌علاقگی مردم نسبت به اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو دلخوریشان و چه بگم بی‌اعتمادیشان نسبت به وکلای حاضر است که کارکرد خوب نداشتند. چرا این بی‌اعتمادی وجود داره فکر میکنید از پارلمان کنید؟ کاملا با شما موافق هستم. یک بخش زیاده که مردم نسبت به روند انتخابات ناامید هستند، بی‌باور هستند، برمیگرده به کمیسیون های انتخابات گذشته و خود حکومت، مداخله حکومت. اما یک بخش بزرگی که نسبت به پارلمان مردم بی باور هستند، حضور افرادی که هیچ گونه پاسخگو به مردم نبودند، هیچ گونه مثلا نمایندگی نتونستن از مردم انجام بدن و هیچ دستاوردی به مردم نداشتن. حتی وکلایی هستند که در 13 سال در مجلس بودند
اینا با محلشان نرفتن، مثلا مردم نمیشناسن وکیلشان کی است، اینا مردمشان رو نمیشناسن. یک انتخابی است که چرا یار مردم انتخاب کرد که اینا از این راه انتخابات آمدن؟ من متاسف هستم که اکثر اینا از راه انتخابات هم نیومدن، اکثر که افرادی که در گذشته حالا احترام به شخصیت هایی که انتخاب شدن و از طریق رأی مردم به مجلس رسیدن، ولی اکثریت مجلس به اساس روابط سیاسی و به اساس مداخله حکومت و به اساس در واقع همون زدوبندهای سیاسی که حکومت آقای کرزی داشتن، یک بخشی از مافیا را، یک بخشی از مفسدین، یک بخشی از غارتگرا را، چون به اصطلاح غاصبین زمین، یک بخشی از به اصطلاح پولشویا را، به منظور این که مسئولیت سیاسی خلق کنه و یک رابطه با خاندان در واقع مافیایی کرزی خلق کنن و یک رابطه باشه که اینا بتونه در آینده یک با هم دیگر را به اصطلاح حمایت کنن، اینا را قصدن وارد مجلس ساختن و از امتیاز مسئولیت سیاسی حکومت خودش آقای کرزی خواست که در واقع یک پایه سیاسی ایجاد کنه که اینا حفظ شون. بسیار من متاسف هستم که هنوز انتخاب بالای کارکرد پارلمان کنونی مزمین ناهی است، کاملا از راه مشروع نیامدن، کاملا نه تنها که راه مشروع نیامدن بلکه در جریان ماموریتشان که در به اصطلاح نمایندگی کردن از مردم و در 8 سال یک دوره و یک تعدادم در 13 سال، زمینی که از راه نامشروع آمدن و از طریق روابط و به اصطلاح ضوابط سیاسی آمدن، در 13 سال بیشترین جفا و جنایت را علیه مردم، علیه دموکراسی، علیه ارزش‌های به اصطلاح خانه ملت اینا مثلا وارد کردن، قاچاقبری کردن، مثلا کمیشن کاری کردن، به اتاق‌ها و به قراردادهای نامشروع دست زدن، فشار سیاسی آوردن، پول گرفتن، رأی فروختن، وزیر معامله کردن، در تشنابای مجلس اینا معاملات پولی کردن، سازش های بسیار نامشروع انجام دادن، وزیر خریدن، وزیر فروختن، یا یک خانه بسیار وحشتناک کمیشن کاری جور کردن که مردم را نسبت به پارلمان به حد بی‌باور ساختن که حالا وقتی مردم میگن پارلمان احترام به یک شخصیت های پاک دشنام میدن مجلسه، هیچ نام نیک و هیچ شهرت نیک در اصطلاح از پارلمان باقی نگذاشتن، یک نهادی که بیشتر بدنام ساختن و این باعث شده که بیشترین آسیب را وکلای فاسد به پیکر نام پارلمان گذاشتن. یعنی اصلا تفکیک قوایی که بتونه نمایندگی کنه، یعنی حاکمیت مردم را تمثیل کنه، نتونستن به وجود بیارن. حالا امیدوار هستم که اول که من کوتاه میخوام بگم که در انتخابات پیشروی بسیار خوب است که یک تعداد که حالا 249 نفر نماینده هستند، یک جمعی که خیلی با شرف و با وجدان پاک کار کردن، نمایندگی کردن، سر جایش میتونن خودشان نامزد کنن، ولی یک بخش کلانش از این طریق تریبون میخوام اعلام کنم که بسیار شرافتمندانه و بسیار با عزت کنار برن، شاید به نفعشان باشه، اخلاقا کنار برن و فرصت بگذارن بر دیگران. سوال است که یا کنار خواهند رفت و پرسی مهمتر از این است که مردم با نارضایتی که وجود داره و آنچه که شما تعریف کردید این بار هم اعتماد میکنه به اینها یا میتونه بالای انتخاب مردم تاثیر بگذاره و این بار رای نتن به این چهره ها؟ بستگی به کمیسیون انتخابات داره. اگر کمیسیون ها واقعا برخورد صادقانه کنه، یک جمع بزرگی از اعضای پارلمان اینا متهم به فسادهای بسیار سازمان یافته هستند، به محض که مسئولیت سیاسی از اینا پایان میافته، پرونده های زیاد است که شاید نمیتونن نامزد شوند، انتقال دادن شاید با کمیون ها هم سخت باشه، اینا صد قرار بگیرن و مانع اینا شه و اسناد اینا به دادگاه بفرستن که اینا نتونن دوباره خود کاندید کنن. در غیر از اگر برخورد سیاسی شد مثل حکومت فاسد گذشته بره، یک جمعی را به اساس روابط خانوادگی و مافیایی و به اساس تجارت های مواد مخدر دوباره وارد کنن، این خیلی وحشتناک خواهد شد دیگه. بر آخرین بار آخرین میخه مردم به اصطلاح امینا به تابوت دموکراسی و به انتخابات و به پارلمان خواهند زد و ما امیدوار هستیم یک جمع با شرف، یک نسل روشن، متحد به ارزش‌ها، متحد به کشور، متحد به مردم و در واقع متحد به مردم افغانستان وارد مجلس شوند و بتونن یک نمایندگی شرافتمندانه از مردم کنن و بتونیم یک پارلمان مقتدر با عزت داشته باشیم. کوتاه میخوام پاسخ بگیرم، نارضایتی که وجود داره از پارلمان میتونه بالای انتخاب مردم تاثیر بذاره؟ خیلی. بار در انتخاب نمایندگان مردم یک باشن. بخش زیادی از نارضایتی مردم و عدم مشارکتشان در انتخابات موجودیت وکلای فاسد در پارلمان است. سپاسگزارم آقای شیرزاد.
انتخاب مردم چگونه باشه این بار برای که ما یک پارلمان خوب و قوی داشته باشیم مردم با چه معیارهایی برن به نامزدا رأی بدن؟ ضعف‌های پارلمان کنونی چگونه میتونه برطرف شود؟ اول خوب باید مردم با وعده‌ای که فعلا میده سر از روی اعتماد نکنه، باید ماضی یک قدم دیده شود قبلا چی بوده. حالا خوب الان میشه وعده میده که ما می جهان گل گلزار میکنیم، واسه که قدم نمیتن، حتی وعده میده که اصلا او در سلطه مقرر هم نداره. مردم هم بازی میخوره باز اون رای میده. نه، باید ماضی مردم دیده شود قبلا آدم چیکاره بود، خائن بود یا صادق، با مردم خدمت کرده یا خیانت، فاسد بود یا پاک. باید مردم سیاسی قضاوت کنه. دوم چیزی که باقیده، ما باید امی پارلمان به نقش عذاب در پارلمان قوی شود. متاسفانه حکومت گذشته تا امروز ارگ جلب عذاب گرفته. مثلا ما به شما یک دو مثال میگیم. در قبل پارلمان کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده بود که 30% در پارلمان برای عذاب سمت داده شود. عذاب در او رقابت کنه، عذاب به نمایندگان خود معرفی کنه برای پارلمان. وقت از نمایندگان عذاب با قاضی سے ملاقات کرد، قاضی سے ملاقات شخصی او را پذیرفت. وقت در بحث کابینه او را رد کرد. چون قاضی سے رد کرد، بعد دیگه کس جرات هم کدر نمیتونست. باقی دیگه مردو نفر که از او باز دفاع کردن، یکی خیلی سیه بود یکی حدیثیه بود. گفت نی مثلا عذاب پذیرفته شوه. شرط کردم نفر دیگه هم چی کده باشه دفاع کده باشه، خب ما از اون خبر نداریم. چرا این روی کرد وجود داره؟ چرا برای احزاب سیاسی افغانستان میدان داده نمیشه؟ یکی خو متاسفانه در قدرت، در رأس قدرت افراد هستن که اونا به احزاب تمایل نداشتن و اگر تمایل میداشتن اینا باید حزبی میشدن. تمایل نداشتن و دوم از حزبی شدن پارلمان حراس هم داره. اوجا باز معامله پولی صورت گرفته نمیدانه باساس هر حزبی باشه. چون یک حزب در پارلمان ده نفر داره یا پنجش پاسد، او پنجش پاک باشه، او پنج از ترسی پنج از دیگر هم خیانت کرده نمیتونه. نه، باید و دوم دموکراسی بدون احزاب اصلا صورت درست تمثیل شده نمیتونه و ثبات وجود نمیاد و حتی ملی وجود نمیاد. یک حزب، هر حزب مثلا از هر قوم یا افراد خود داره، در خود در ذات خود یک نمونه از وحدت ملی است. ما فعلا ما با حکومت پیشنهاد دادیم، عذاب پیشنهاد داده، خود هنوز او پیشنهاد قبول نکرده. خب در این وقت کم فکر میکنین برآورده شود به فرض که حکومت؟ خب ما پیشنهاد ما امروزی نبوده، سه ماه پیش پیشنهاد داده بودیم، با کمیسیون ملاقات کرده بودیم، با یونما ملاقات کردیم، با سفارتهای بین المللی ملاقات کردیم و ولسمشر ملاقات داشتیم. این تو نبود که ما امروز پیشنهاد خود دادیم. او وقت که ما پیشنهاد داده بودیم، کمیسیون مستقل انتخابات بر ما گفته بود که ما هیچ مشکلی نداریم. در تخریب ما مشکل نداریم، مشکل سیاسی را شما با حکومت حل بسازید. حکومت تا هنوز هم کاری نکرده که مشکل حل بشه. یعنی ما نیست که ما ازبیستون بدون احزاب اصلا یک پارلمان با ثبات وجود آمده نمیتونه. حتی در جامعه ثبات وجود آمده نمیتونه. بعد پارلمان در پارلمان باید نفوذی احزاب زیاد شود تا جلوی مافیا گرفته شد. سپاسگزارم آقای مطرف. با تحلیلی که دارید، با آنچه که به عنوان بایدها مطرح میکنید و میگین شوه، پیش بینیتان چی است از انتخابات 28 میزان؟ انتخابات شفاف خواهیم داشت؟ انتخاباتی که در او جنجال سیاسی نباشه؟ آنچه که شما هشدار میتونه میگین اگر کار خوب نشود، انتخابات پرتقلب برگزار شود، جنجال های سیاسی برپا خواهد شد که وقت کنترلش هم سخت است. پیام اول ما به حکومت و مشخصا به اشرف غنی است که دست از مداخله در امور انتخابات برداره، از دیکته کردن و دستورهای سیاسی و ملاقات ها و مهمانی های خصوصی و پشت پرده دست بکشه و کوشش نکنه که از طریق انتخابات و از طریق جذب کمیشنرها و مسئولین برگزار کننده انتخابات در واقع دنبال ماهی مراد خودش باشه. یک جنایت بزرگ نابخشودنی است و یک خیانت بر ارزش ها و آزادی بیان و دموکراسی خواهد بود. امیدوار هستم که آقای غنی از انتخابات گذشته، از مداخله های آقای کرزی در کمیسیون انتخاباتی درس گرفته باشه و با از بحرانی که قریب بود، جنگ بسیار بسیار وحشتناکی را در 1393 راه بفته، از این درس گرفته باشن و در انتخابات مداخله نکنه. یک، اگر مداخله نکنه انتخابات برگزار میشه. دوم، پیام دوم به کمیسیون انتخاباتی است که با کمال عزت و شرف استقلال عملشان را حفظ کنند. اگر کمیسیون ها ظرفیت حفظ استقلال خودشان را نداره، بسیار خوب است که بسیار شرافتمندان اینا کنار برن و از پیشگاه ملت
پوزش بخواین بگوین که در کمیسیون ما، در کار ما حکومت مداخله میکنه، مافیا مداخله میکنه، ما را کار ما را زیر تاثیر قرار داده، بنابراین ما کنار میریم. این میتونه یک سرآغاز اصلاحات و در واقع خوشبینی در کمیسیون انتخابات باشه. اگر این کار را نکرد کمیسیون و زیر بار حکومت رفت، قطعا ما یک انتخابات شفاف نمیتونیم داشته باشیم. سوم پیام ما به مردم است که هر قدر که میدان به مافیا و به حکومت و به کمیسیون ها واگذار کنه، میزان در واقع تقلب و جعل و تزویر و مداخله بیشتر میشه. برن مشارکت کنن و این مشارکت میتونه پاسخ بسیار دندون شکن برای متقلبین میتونه باشه. و حرف آخر ما به مسئولین نهادهای امنیتی است که در کار انتخابات مداخله سیاسی و امنیتی نکنن به منظور حمایت و جانبداری از افراد خاص خودشون. بگذارن که مردم در فضای امن و از مسئولیت اصلی نهادهای امنیتی است که امنیت انتخابات را بگیرن و هماهنگی و همکاری بسیار جدی و صادقانه در تامین امنیت انتخابات داشته باشند تا یک انتخابات شفاف و آزاد داشته باشیم. اگر به بهانه های ناامنی خواسته باشند در واقع زمینه یک انتخابات گوسفندی گذشته را انجام بدن، من مطمئن هستم که افغانستان دیگر برای آخرین بار انتخابات خواهد داشت و بدنامترین انتخابات جهان را اینا رکورد بسته خواهند کرد. سپاسگزارم آقای شیرزاد. به عنوان آخرین پرسش از شما، انتخابات قابل قبول خواهیم داشت؟ تنوز ما مطمئن نیستیم. البته آرزو داریم که انتخابات قابل قبول وجود بیه. ما طرفدار عذاب در مجموع فیصله کرده، طرفداری از انتخابات عادلانه و شفاف و به وقت خود. و از کمیسیون مستقل انتخابات بارها مستقیم من امر شان ششتیم و خواستیم که باید استقلالیت خود حفظ کنه و برای حکومت بارها گفتیم که باید مداخله نکنه، کوشش نکنه که به خاطر از اینکه در پارلمان آینده گروپ پارلمانی خود بسازه، حتی اگر مخالفین هم به او سازش بکنه، امرشان معامله بکنه، او را بیاره به پارلمان. مردم باز میفهمه، باز انتخابات قبول نمیکنه و عذاب هم باز تصمیم داره که تا فعلا این کارها و مداخلات حکومت آنچه که شما نگرانی دارید جریان داره، این کارها شده رئیس؟ والا ما خود هنوز اینطور شواهدی نداریم که بگیم. خود افواها هستن، مردم میگه کوشش میکنه حکومت به شکل از اشکال هر شکل به شکل مشروع پرسون خود بسازه، کسانی داشته باشه او را کاندید کنه، برای زونه کمپین مشروع بکنه و برای مردم اونا را بیاره، نه به اساس سازش معامله و دادن و پول دادن. سپاسگزارم از حضور آقایان آستانه‌گل شیرزاد رئیس حزب افغان ملت و هارون مطرف رئیس جنبش گذار، و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.